اسمش استاد دکتر شاهین نژاد، زاده سمنا، بزرگ شده مشهد، کارشناسی نفت از دانشگاه صنعتی آریامهر و کارشناسی ارشد مهندسی مخازن نفت در دانشگاه صنعت نفت خوزستان. در انگلستان برای شرکت‌های نفتی اروپایی کار کردند و سپس در هیوستون تگزاس در صنعت نفت مشغول به کار هستند. پرشمار مقالاتی درباره تاریخ ایران باستان کارگاه داشتند و کارگاه شاهنامه در هیوستون تگزاس رو اداره می‌کردند. از ایشان 3 کتاب به زبان فارسی و 2 کتاب به زبان انگلیسی هست که من کتاب‌های به زبان فارسیشون رو میگم و توصیه می‌کنم حتما بخونید. نشیبی دراز است پیش فراز. دیگری هست پیش درآمدی بر اندیشه سیاسی ایران شهری و سومی زمان زرتشت. من 30 ثانیه فقط تجربه خودم رو میگم در مورد کتاب‌های ایشون. کتاب‌ها رو بخونید، بسیار بسیار براتون دریچه‌های باز میشه و ایده پردازهای خوبی میشید برای اینکه بسازیم هم‌بودمان جدیدمون رو بر اساس ایرانگرایی و بر اساس آنچه که ما را پیش از حمله اعراب پیروز میکرد و ایرانی که امروز ازش صحبت میشه اون ایران هست که هنوز هم توی ذهن دنیا مونده و میتونید از اون نوشته ها و گفتارها خیلی کمک بگیرید بلکه خلاقیت خودتون بیشتر روش کنه و به بالندگی سیاسی نوین برسید. ببخشید، من تجربه خودم بود از کتاب ها و دوست داشتم با شما در میون بذارم. پایان‌نامه دکترای ایشان با عنوان دولت ایرانی از دیدگاه اردشیر پاپکان بوده که کتابی که چکیده این پایان‌نامه هست زیر چاپ می باشد. با همراهی هم‌اندیشان، بنیانگذار جنبش رنسانس ایرانی و بنیانگذار حزب رستاخیز ایرانگرایان هستند و هم‌اکنون سخنگوی حزب رستاخیز ایرانگرایان. خبر خوب دارم و یه خبر بهتر. خبر خوب این است که من واپسین پنلیست امروزم و خبر بهتر این است که یه مقداری سخن رو کوتاه‌تر کردم تا بقیه کارا برسیم. علاوه بر اینکه مسائل مهم این است که فرصت گفتگوی با هم داشته باشیم، یعنی فقط مسئله سخنرانی و سخن شنیدن نیست. فردا هم که در آدرسی که خانم یزدانی خدمتتون گفت ما می‌خوایم بیشتر شنونده باشیم و شما بیاید درون بحث تا بتونیم ایرانگرایی رو یه مقدار پخته‌تر ببینیم از همه زمین‌ها. جناب دکتر تقی‌زاده، علاقه من هر دفعه ایشون رو می‌بینم بهشون بیشتر میشه، نه به خاطر اینکه هم‌اندیش هستیم، خب اون هست، ولی دیگر اینکه ایشون نمیخواد پالیتیکلی کارکت سخن بگه، میخواد کارکت سخن بگه و دلاوری میخواد که شما حرف حقیقت رو، اون چیزی که فکر می‌کنی درسته رو با هم‌میهنت خیلی صمیمانه در میون بگذاری و هیچ ملاحظه ویژه‌ای هم نداشته باشی، چون زمان تنگه و وضعیت کشور ما به گونه‌ای نیست که ما بخوایم خودمون رو سانسور کنیم و حقیقت رو به ویژه با همسنگرانمون در میون نگذاریم. شروان گرامی خیلی خیلی نکات حساس و مهمی رو در باره گلوبالیزم از 3 زاویه گفت، یا جهان ربایی یا جهانیگری، حالا واژه‌های فارسی متفاوت براش گذاشته شده. من میخوام چند تا دفینیشن اینجا بگم. هنگامی که به خصوصی بار واژه گلوبالیزم آمد، صحبت از مثلا حدود 10-12 سال پیشه که آمد تو متون، وقتی از اینکه میپرسیدید که شما مثلا در نیویورک تایمز راجع به این داری می‌نویسی منظور چیه، میگفت گلوبالیزم یعنی بخش اول رو فقط میگفت، بخش یک رو میگفت که جابجایی آزاد کالا، جابجایی آزاد سرمایه و جابجایی آزاد فناوری، این 3 تا یعنی گلوبالیزم. خب جابجایی آزاد کالا، سرمایه و فناوری تا جایی که همچنان که
شایبان جان گفت به منافع ملی آسیبی نرسه خیلی هم خوبه، مثلا ضرورته. و پیش از این هم همین بوده، مگر تو عصر کهن بازرگانی نبوده؟ مگه سرمایه جابجا نمی‌شده؟ مگه بعضی نمی‌رفتن یک ور دیگر جهان یک فنی رو می‌آموختن و برمی‌داشتن؟ پس چرا این دفعه به گونه دیگر داره گلوبالیزم مطرح میشه؟ هنگامی که 1991 آقای راکفلر بزرگ که فوت کرده، صاحبان رسانه‌های گردن‌کلفت آن روز رو به حضور خودش پذیرفت و یک سخنی در جمع اونا گفت که نه همون هنگام، چند سال بعد منتشر شد، یه دفعه شاخک‌های حساسیت خیلی ها تکان خورد، اونهایی که یه مقداری بکشتن یکم ژرف‌تر ببینن داره چه می‌گذره. راکفلر گفت که پس از جنگ دوم جهانی نخبگان، الیت، حالا چیزی که خودش میگه، به این نتیجه رسیدن که جهان باید از دست دولت مردان دولت‌های ملی نشن استیت ها بیرون بیاد و گرداندن جهان در اختیار صاحبان بنیادهای مالی باشه. و توجیهشون این بود که اونها جنگ آفرینن، جنگ دوم جهانی تجربه بود، اگر صاحبان بنیادهای مالی، صاحبان بانکدارا و امروز صاحبان شرکت‌های چند ملیتی یا بی ملیت، اونها اگر گرداننده جهان باشن به خاطر بازرگانی واسه تولید واسه منافع خودشون هم شده جنگ افروزی نمی‌کنن. این استدلال کمونیشی بود که راکفلر عنوان کرد. اونجا سپاسگزاری کرد از مدیران رسانه‌ها که توی دهه گذشته، یعنی مثلا فرض کن از 1980 تا 90 کمک کردن برای اینکه گلوبالیزم بتونه کم کم یه بستر ایجاد بکنه، یه دورخیز از خیلی وقت پیش انجام شده بود. و به طور مشخص گفت دولت‌های ملی باید حذف بشن. آقای دکتر درزاد اشاره کردن باید مرزها برداشته بشه، دولت‌های ملی حذف بشن و همه بشن شهروند گیتی. خب حالا به اینا خواهیم رسید. اینها آمدن و از همین طریق بازرگانی عمل کردن و بعد به مرور وارد فاز اجتماعی و فاز فرهنگی شدن و امروز وارد خانواده‌ها شدن. شما برای اینکه بتوانید یک نیشن استیت از نام ببری، هویت ملی رو هضم کنی، مثل که اسید بپاشی روش نابودش کنی و فرهنگ ها رو از میان ببری، سه تا سنگر بزرگ داری. باید این سه تا سنگر رو فتح کنی. یک، باید حس ملی رو از میان ببری، چون وفاداری افراد به پرچم، به کشور، کسی که سربازی میره یه حس ملی درش هست، کسی که میره تو تیم استادیوم فوتبال تیم کشورش رو تشریف کنی یه حس ملی داره، اینو باید از میان ببری. باید کاری کنی که اصلا این حس در وجود کسی به شرمساری بده. دوم، باید گرایش های دینی رو از میان ببری. حالا خود از برخی از دین ها مذاهب کیشا خودشون یارو کردن، ولی خب همچنان که شیروان گفت هنوز در برخی مقاطع اینها یک کاربری هایی دارن، به ویژه در جوامع توسعه نیافته که نبود اینا و خلأ ممکنه یه دفعه یک شوکی بزرگ جامعه بده. خب پس دین هم از میان بره، حس ملی از میان بره، گرایش دینی از میان بره. و سوم، خود خانواده است. یک فرد به طور عادی به این سه نهاد وفاداری داره: کشور، دین و خانواده. خیلی دیندار نیستن، به کشور و خانواده. این مینیمومیه که یک فرد معمولاً به حس وفاداری داره، به حس دلبستگی داره. خب برای مسئله دیانت گفتم خود برخی از این کیش‌ها خودشون نقش داشتن تو به اعتبار شدن خودشون و یه دورخیز هم شد برای قبضه کردن برخی از این نهادها. مثلا امروز به طور مشخص شما میدونید که واتیکان در خدمت گلوبالیست‌هاست. پاپ امروز سخنانی میگه که نمیگم 100 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش غیر قابل تصور بود که رهبر کاتولیکای جهان یه همچین سخنانی بگه. کاملا خودزنی میکنه. این از صداقت و از راستی نیست. این برای این است که اون موجی که برآمد که اینو ببره بنشونه در مقام پاپ، از اون میخواد که این نقش رو بازی کنه. برای زدن حس ملی باید چه کرد؟ خب یکی از پدیده ها مثلا مهاجرت. مهاجرت از کشوری به کشوری اون فرهنگ ملی رو رقیق می‌کنه. شما از آمیختگی آدم‌ها می‌توانی ناتوان شدن و بی‌رمق شدن فرهنگ کشور میزبان رو ببینید. ولی مهاجرت همیشه توی روند منطقی اونقدر نبوده تا بتونه بافت جمعیتی رو تحت تأثیر قرار بده. سال‌هاست، دهه‌های طولانی است
که از شرق آسیا، از خاور میانه، از امریکای لاتین، از افریقا به غرب آدم اومده، به جاهای مختلف رفتن، پراکنده شدن و زندگی هم در جریان بودش و خطری کسی احساس نکرده. ولی شما اگر جنگ افروزی بکنید، ببینید در کشورهای جهان سوم، می توانید موج ایجاد بکنید، موج مهاجرت اجباری برای آمدن میلیون ها انسان به اروپایی که به هر حال از روی زمینی هم برای اینا خیلی در دسترس بوده. به طور مشخص جنگ بوش در افغانستان و عراق، جنگ اوباما و هیلاری کلینتون در سوریه و لیبی و جنگ های منطقه‌ای، پدید آمدن داعش، خیلی از این مسائلی که توی چند توی بویژه این دو دهه گذشته ما دیدیم در همین هزاره سوم، پیامدش چی بود؟ پیامدش موجی از مهاجرت بود. شما امروز در شهرهای بزرگ اروپای غربی خیلی سخت میتونید مردم محلی رو ببینید. در بروکسل خیلی سخت بلژیکی دیدن، در خود لندن خیلی سخت انگلیسی دیدن و این موج به امریکای شمالی هم رسیده و خب خیلی شدیدتر اونجا مهاجر پذیر بوده، ولی اروپا به هر حال یک بستر خیلی استوارتری داشته، روی چند صده فرهنگ بوده، نه روی 200 سال مثل کانادا 100 خورده سال. خب مهاجرت ها به خودش چی آورده؟ میلیون ها انسان مهاجر که ساکو برداشتن، دست زن و بچه‌شون رو گرفتن، از بی خانمانی، از آواره شدن، حتی اگه خودشون هم نمی‌خواستن چاره‌ای نداشتن که بیاین به اروپا. نتیجه چیه؟ شما جماعتی رو میاری که میدونی اینا اینتگریت نمیشن با کشور میزبان. اصلا جهان بینی متفاوت دارن، سنت متفاوت دارن، ارزش‌های اونا ضد ارزش اوناست و برعکس. اینجایی که مطلب زاویه داشتن نیست، مسئله 180 درجه تضاده. اگر که شما جماعتی فرض کنید مثلا مکزیکی رو بیاوردی اروپا، اونقدر شاید تضاد نبود که جماعت مسلمان از کشورهای توسعه نیافته میاری اینجا. به مرور شما خواهید دید و الان هم داریم خیلی قشنگ نشده های آشکارش رو میبینیم که فرهنگ اروپایی به شدت عقب رفته، پس رفته. هویت اروپایی به شدت در تهدید، شهرهای بزرگ اروپا بیش از هر زمان دیگری در اختیار خارجی هاست. طبیعتاً کارآمدی پایین میاد، راندمان پایین میاد، مسئولیت پذیری پایین میاد، علاقه به تولید، علاقه به بهتر شدن، پرفکشنیست، همه اینا رو شما میبینید توی این جوامع داره هی سست و سست‌تر میشه. امریکایی که من زندگی میکنم و اروپایی که بیشتر شما زندگی میکنید شامل همین. و همزمان اشاره که تو بخش سوم شده بود به مسئله ووکیسم یا مارکسیسم فرهنگی، حالا مارکسیسم رو داریم میگیم به خاطر اینکه اینا چپ هم، ولی چپ فرهنگی این است که بریم حالا سراغ سنگر سوم که خانواده است. خب شما تو بعد تو مدرسه که کاملا سیستمش دست چپای افراطی است، یعنی سندیکای آموزگارا دست کم در امریکا چپ ترین نهادی که در ایالات متحده وجود داره، اینها به بچه‌ای که رفته سر کلاس نشسته میگن شما دیگه نباید به پدر و مادر بگی پدر و مادر، به اونی که مثلا شاید سیبیل داره یا که هیکلش درشت داره میگی پرنت یک یا دو، با اون یکی دیگه مثلا میگی پرنت دو. یعنی جنسیت رو میخواد از بچه به گونه‌ای دقیق بکنه که بچه بین پدر و مادرم نه تو تفاوت بذاره. وقتی میگی چرا این کارو میکنید، توجیهشون این است که ممکنه یک زوجی که اینها همجنسگرا هستن بچه بردن بزرگ میکنن و هر دو مردن و این بچه خیلی سختشه ببینه که هم پدرش هم مادرش شکل و شمایل مردونه داره یا زنونه داره، فرق میکنه. خب سنگر سوم رفتن سراغش و در مجموع از این فضایی که درست کردن، از فضای اجتماعی، فضای فرهنگی و سیاسی که اقتصاد پشت همه ایناست. ببینید بدون پول هیچ اتفاقی در جهان نمیفته. جهان خیلی خیلی مفصل‌تر از اونی که بدون پول فقط با تبلیغ با فکر بشه کاری کرد. نهادهای مالی در اختیارشون. شما الان میبینید تو انتخاباتی که انجام میشه برای سنا، برای مجلس نمایندگان در امریکا، برای گاورنرها، هر کسی معمولا پول بیشتر داره برنده است. تنها استثنا شاید 50 60 سال گذشته برنده شده ترامپ بود در مقابل هیلاری کلینتون که پولش یک سوم بود. اونو بذارید کنار، همیشه هر کی بیشتر داشته برنده بوده، چون شما میتوانید رسانه رو در اختیار بگیرید، رسانه تبلیغ بمباران میکنید، بخشی از مردم یه هویت سیاسی دارن، یه نگاه دارن.
اکثریتی میتونن با موج حرکت بکنن. خب وقتی شما صاحب ثروت باشی، صاحب زور هم میشید، چون شمایید که دولت مرد رو بر میگذینید، اون میشود نهک پرورده شما، وامدار شما، اون میره میشود نماینده مجلس، اون میشود نماینده سنا، اون میشود رئیس جمهور، اون میشود نخست وزیر، اون میشود وزیر، و اون موقع مسئله قانونگذاری است. حالا شما باید دینتو ادا کنید. اگر کردی کردی، اگر نکردی دوره بعد پشتیبانی از شما نخواهد شد. برای همین میبینید در جهان اول اتفاقاتی که میفته، مثلا یک شخصیت سیاسی یا یک مجموعه سیاسی به قدرت میرسن، یه میرن سراغ مثلا نیو گرین دیل. ما میخوام چند تریلیون دلار هزینه کنیم تو 10 سال آینده برای اینکه کره زمین رو تمیزتر کنیم. آفرین. همه ما زیست بومو دوست داریم، حفظش کنیم. خب شما بزرگترین شریک تجاریتون چینه؟ و چین به تنهایی خودش بیش از تمام گیتی داره آلودگی به جهان میده، به خاطر اینکه زغال سنگ میسوزونه که کثیف‌ترین نوع انرژی است. شما هر چقدر در مورد ماشین‌های باتری، ماشین برقی، ماشین آبی، هیدروژنی به جای ماشین بنزینی زور بزنید، 50 درصدش هم جایگزین کنی، هنوز یک سوم آلودگی که چین در اتمسفر داره میفرسته با سوزاندن زغال سنگ رو نمیتونی جبران کنی. پس اگر حقیقتی در کاره و اتمسفر زمینه اتمسفر مشترکه، فرق نمیکنه شما چین رو آلوده بکنی یا تانزانیا رو یا کانادا رو، این اتمسفر مشترکه بین همه. گرمایش اگه در کاره، اگر علمیه، برای همه است. چرا شما میای چند تریلیون دلار تقبل میکنی هزینه بکنی؟ چون کسایی که شما فرستادن برای اینکه اون مقام عهده‌دار بشی، اینو ازت خواستن. اونا عاشق جمال شما نبودن، این پولو خرج کردن، شما موظفی الان پس بدی. بنابراین وقتی نهادهای مالی در اختیارتونه، هالیوود در اختیارتونه، سیستم‌های دانشگاهی در ید قدرت شماست، شما میتونید مدارس رو تحت تاثیر قرار بدید، استادای دانشگاه رو آنچه که میخوای برگزینی، با آدمای شایسته رو بیرون بگذاری که نیاین، کار به جایی میرسه که جامعه میره به سوی یک واکنش تند رادیکال انقلابی. پیش بینی من این است که آنچه که 2 سال پیش در ایتالیا رخ داد و این نخست وزیر راستگرا به قدرت رسید، آنچه که اخیرا در آرژانتین رخ داد و آنچه که در هلند همین 3-4 روز پیش رخ داد، من فکر میکنم که این یه روندی است که پی خواهد گرفت و ما میبینیم و چون میکوشن که جلوی این روند رو بگیرن و امکاناتش هم دارن و قدرتش هم دارن و از نظر تعصب برای من یقینه که یک باورمند به سیستم گلوبالیست، یک باورمند به این ووک فرهنگی به مراتب از یک مسلمان بی‌منطق‌تر و تندتره و میتواند خیلی قشنگ شما را از زندگی ساقط کنه و شما رو تو محل کارت بی‌آبرو کنه، بی‌اعتبار کنه، برات پرونده درست کنه، دست کم کاری کنه که خونتو به دوباره ازش روش وام بگیری، 400-500 هزار دلار بگیری یا پوند یا یورو، دنبال وکیل بگیری که فقط 10 سال دنبالش بدونی، فقط بدونی تبرئه بشی، به اون لیبلی که بهت زدن زندان نری. اتفاقی است که سر صدها نفر در ایالات متحده اومده الان من شما دارم سخن میگم. من دست کم 8-9 نفر میتونم تو نام ببرم. من فکر میکنم که کشورهایی که دارن گلوبالیسم رو با گوشت و پوست و استخوان حس میکنن، یا آگاهی همگانی داره اونجا پیش میاد، واکنش ها رو خواهید دید. و من فکر میکنم 2 سال آینده جهان آبستن حوادث، بویژه جهان توسعه یافته، و جنگ تمام عیار خواهد شد، هم جنگ میدانی و هم جنگ حقوقی، و برها یه طرف خواهد شد این جریان. ما به عنوان ایرانگرا، به عنوان کسانی که بیشتر از هر چیزی نگران کشور خودمون هستیم، با کسانی که با گلوبالیستا در نبرد هستند و میکوشن هویت خودشون حفظ بکنن، چون جهانی که فرهنگ‌های متفاوت داره، جهانی است پر از فرهنگ، جهانی که از فرهنگ‌های ملی خالی بشه خودش یک جهان بی‌هویته. اگر شما در یخچال باز کنید کیک و تخم مرغ و ماست و گوشت و پیاز و هویج و خیار و گوجه رو همه رو بذارید توی ماشین لباسشویی بذارید بچرخه، درش رو باز کنید من به شما میگم تو چیه؟ چی میگی؟ هیچی نیست، هیچی نیست، اون بی‌هویته. جهان رو به اون سو دارن میبرن، در حالی که شما میتونید توی یخچال من تو اون طبقه گوجه است خیلی خوبه، این هویج هم خیلی خوبه، اون مرغ هم به جاش خوبه، اون شیر هم به جاش مفیده. جهان ما یه همچین جهانی بوده. شخصا فکر میکنم باید با کسانی که در کشورهای مختلف
دارن به نوعی پرچمدار بیداری ملت‌های خودشون میشن که از به بعد بیشتر خواهد بود، باید همسویی کنیم، باید خودمون معرفی کنیم، باید بگیم که در یه سنگر قرار داریم و دشمن مشترک بسیار نیرومنده و رخدادهایی که تاکنون پیش آمده نه تصادف بوده، نه اتفاق بوده، نه شانس بوده، نه اقبال بوده، همش رو برنامه بوده. هیچ چیزی در جهان شانسی رخ نمیده. برای ها میخواستم 5-6 دقیقه باشه، میخواد طولانی تر شد. خیلی سپاسگزارم.